باریکلا باریکلا، خدای شکره شمس احزنزاده هم قبول شده، علی عمادی هم قبول شده، باریکلا باریکلا، یونس 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 سبزی هم قبول شده. یعنی از 11 نفرتون که پشت کنکور بودین 7 نفرتون قبول شدین، فقط حیف که حسین پور رحیمی قبول نشه. باریکلا باریکلا، خدا رو شکر دیگه من با اجازهتون برم. کجا بری؟ تازه میخوایم جشن بگیریم، میخوام بگم کریم شیرینی بگیر، ولی باریکلا آفرین، هیچ کدومشون رتبهشون به اندازه تو نشده. امیر کبیرم کم دانشگاهی نیستا، خیلی بهت افتخار میکنم باریکلا. بله با اجازهتون. مژگان چی شد؟ اسمش که تو روزنامه نبود، بهش هم زنگ زدم جواب نداد. آره چه فرقی هم میکرد باشه یا نباشه اسمش؟ خودش گفت درس بخونیم تا یه رشته خوب قبول بشی. خب حالا که نشده تو میخوای چیکار کنی؟ هیچ، من به قولم عمل کردم و تو بهترین دانشگاه و بهترین رتبه قبول شدم، حالا وقتشه که اونا به قولشون عمل کنن. با اجازت جواد بیا بشین. مژگانو ببینی؟ اونا به من قول دادن وقتی 18 سالم شده تو دانشگاه قبول شدم هر وقت خواستیم هم دیگر رو ببینیم. هر وقت خواستی؟ بدون هیچ قید و شرطی؟ قید و شرط؟ بله قید و شرط. یه جوری میگی انگار من همین الان از مینیبوس بیگل آباد بیاده شدم شما از پرواز پاریس نشستی. چه جوری گفتم مگی؟ قید و شرط نمیدونی یعنی چی؟ بله خیلی هستن که براشون هیچ کدوم از این چیزا مهم نیست. روابط دختر پسرام براش مهم نیست، اما هر چیزی یه حد و حدودی داره. نداره؟ آخه من نوجوان بودم همین حرفا رو بهم گفتین، الانم که جوانم باز همینا رو دارین میگی. نوجوانی سن این روابط نبوده، اون موقع درست گفتم الانم دارم درست میگم. الانم که جوانی معنیش این نیستش که هیچ حد و حدودی رو نباید رعایت کنی، پیرم که بشی باز حد و حدود خودتو باید رعایت کنی. چیه این حدود؟ یکیش همین که با یه خانومی که هیچ نسبتی نداری نمیتونی همینجوری بری بیرون، اونم بدون هیچ قید و شرطی. من تا الان حتی بهش یه زنگ هم نزدم. ببین تو زندگیش نیستی، اونم تو زندگی تو نیست، تو هیچ مسئولیتی نسبت به زندگی اون نداری. ولی من الان میتونم مسئولیتی از زندگی رو به عهده بگیرم. فکر کردی داری این حرفا رو میزنی یا یه چیزی رو هوا داری میپرونی؟ آخه فکر کردن نمیخواد عادی. من 4 سال دیگه مهندس شدم، بهترین زندگی رو براش میسازم. اه؟ فکر کردی به همین راحتی و آسونیه؟ به محض اینکه مدرکت از دانشگاه گرفتی در میزنن میگن آقای جواد جوادی بفرمایید سر کار، اینم سویچ ماشین، اینم کلید در خونه. چقدر حقوق براتون کافیه؟ نقد میگیری یا چکم قبول میکنی؟ داریم مسخره میکنین؟ پسر خوب، اگه کار پیدا کردن به همین راحتی و آسونی بود که ما توی این مملکت این همه تحصیل کرده بیکار نداشتیم. تازه تو کارم که پیدا کنی تا بیای سر و سامون بگیری و زندگی خودتو بتونی بچرخونی کلی زمان میبره. پس این همه شعاری که راجع به ازدواج آسون میدن چیه؟ خودت میگی شعار. شعاره. بعدشم جواد جان، شما دست گذاشتی روی دختر که تو ناز و نعمت زندگی کرده، تو ناز و نعمت بزرگ شده. شرایط و امکانات اونو نگاه کن، شرایط و امکانات زندگی خودتو نگاه کن. آخه از قدیم و ندیم هم گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. چه شکلی میخوای شرایط امکانات اونو براش فراهم کنی؟ خیلی 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 بتونی یه خونه نقلیه. پس تکلیف عشق و علاقه چی میشه؟ این عشق نیست، این خودخواهی. تو
تو اگه عاشقی باید بدونی که نمیتونی شرایط امکانات یکی رو ازش بگیری، چون دوست داره با شرایط امکانات تو کنار بیاد. باشه، مشکلی نیست. آفرین آفرین. من یکی دو سال کار میکنم، پول جمع میکنم، بعدش با هم ازدواج کنم. ای بابا، هرچی من میگم حرف خودش میزنه، به هیچ صراطی هم مستقیم نیست. اصلا کی گفته اونا تو رو قبول میکنن ها؟ کی گفته؟ از کجا معلوم قبولت کردن ها؟ چرا نکنن عمادی؟ اونا به من قول دادن، من دو سال عمرم رو گذاشتم پای درس خوندن که بشم یه آدم شایسته که دیگه برام نه نیارن. نگار من هرچی میگم شما حرف خودتو میزنی بازا، هیچ که حرفی شما نمیشه؟ اجازه مرخصی میدین؟ بله، ما که حریفتون نشدیم. بفرمی با عجیزت. ببین ببین، نرو نرو، ضایع میشی، نکن این کارو. جواد جواد، این چش بود کجا داشت میرفت؟ هرچی بهش میگم به گوشش نمیره. بریم به سر قرار. حالیشو من سر در نمیارم. من گفتم این بچه از من حرف شنوی نداشته باشه، از شما حرف شنوی داره. نشستی باهاش صحبت کردی، بعد فرستادنش به سر قرار. چی کار میکردم؟ کلی باهاش حرف زدم. آقا کارتی از کار گذشت. جوادی الان رفته سر قرار. به قول آقای لاهوتی الان حتما با بحران برمیگرده. خدا امروزو بخیر کنه. ولی آقای همت نباید اجازه میدادین آقا. بابا من چی کار میکردم یحیی جان؟ کریم جان، زور عشق بیشتر از منطقه. خب یعنی چی زور عشق بیشتر از منطقه؟ مگه زور عشق بالا سر من نبوده؟ الان زندگی ببین چطوریه قربونت برم. آقا گوششو میگرفتی میپیچوندیش میشوندی سر جاش. از اون موقعی که لاهوتی از اینجا بلند شده رفته زمام افتاده دست شما، بحران اینجا 100 برابر شده. مدیریت بحران به صفر رسیده عزیز من. یعنی چی؟ میخوای شما بیا مدیریت کن؟ نه قربونت برم. تشریف بیاری شما عزیزم. این میز عزیز من، این میز به هیچ کس وفا نکرده. قربونت برم. بخیال چشم چشم، من حال مدیریت بحرانم از آقای لاهوتی یاد. شما فقط یه چیز دیگه هم از آقای لاهوتی یاد بگیرین که وقتی بازنشست شدین مثل بچه آدم ول کنید، بلند شید برید سر کار زندگی خودتون، برید سبزی پاک کنید. باشه چشم، امر دیگه نداریم. چه فقط یه عرض دیگه ای دارم کوچیکتر. این مسئله این جشنه چی شد برای این وقت؟ آها جشن. یحیی جان. جناب آقا. آقا شما یه محبت بکنین، از تنخواه پول بردارین، با آقا کریم با هم دیگه برین شیرینی و میوه بخرین. همین عصریه امروز یه جشن مختصر کوچیکی برای بچه‌ها برگزار کنین. چشم آقا، فقط به شرطی که این جوادی سر به هوا بهرام نفرسته به هوا. نه ایشالله اونم میرسه تا عصر. آقا اصلا نیومدن باید جشن برگزار بشه. یه عده که نمیتونن معطل اون باشن که جشن برگزار نشه. یه چه چرت و پرت داری میگی؟ این من دارم به تو میگم سنت رفته بالا، افسرده شده، یه ذره مخت هنگ کرده، به خاطر همینه دیگه. آقا کریم. آقا ناسلامتی آدم شده یکی از بهترین های کنکور، بعد نمیخوام براش نیم ساعت وایسی؟ آقا کریم تو چرا یکی به نل میزنی که به میخ؟ بفهم. اومد نیومد نیومد. آقا یه عده که نمیتونن معطل اون بشن که. اصلا این کار درس عبرت میشه برای اون که یاد بگیره که یه عده رو معطل خودش نذاره. آقا یحیی شما هم کم و کسی از اون خانم جاهد نداری یا؟ به هر حال شما هم دست پروردونه همون آدم این دیگه. اه کریم. آقا کریم. بعد دست شما در نکنه. خواهش میکنم. خانم جاهد که من دوستخواهی کرد تمام شد رفت که. منم که همش دارم اسخای میکنم. چرا دست از سر خانم جاهد و من بر نمیدارم؟ یحیی چرا بغض کردی؟ یحیی بابا شوخی کرد. یحیی خب من میگم این سنش خیلی خراب شده. نکن تو که قلبت مثل گنجیش برای همه آدما میتپه، چرا با این حرفا دل آدما رو میشکنی؟ بابا روزی 10 دفعه از این حرفا با هم دیگه میزنیم، الان نمیدونم چه شد. بس دیگه، یه بار گفتی، دو بار گفتی، بس کن. برو برو از دلش در بیار. برو کریم جانم، فقط شیرینی خوب بخرین ها.
ببخشید حالی جان، با تنخواهی که شما دارین میدین این شیرینی خوب نمیشه خرید، این بیشتر برای کیکیزی طراحی شده، ولی چش سعی خودم میکنم. دست شما درمانش بسلام. از دلی یحیام دردی. یحیام دیدی ماما صدیقه گیری قبول شدم، دیدی زحمتت نتیجه داد، از این بابت تو آینه از خودم بپرسم کی هستم یه جواب خوب دارم. به خودم میگم تو به اون چیزی که میخواستی رسیدی. میدونم که همیشه حضور داری و حواست بهم هست، ولی ای کاش بود یا نتیجه کنکورو میدید. ای کاش بود. کاش قبل از دست دادنت میشناختمت. کاش الان میتونستم بهت بگم که چقدر خوشحالم. یاده به هم گفتی یادم مهم میشم تو همه به هم افتخار کنن. میدونم برام کلی آرزو داشتی، میدونم حواست به هم هست. بهت قول میدم تو رو به همه آرزوهایی که واسه من داشتی برسونم. امروز میخوام برم سر یه قول و قرار قدیمی. دل تو دارم نیست. نمیدونم تو این دو سال چه اتفاقاتی برای مژگان خانوادش افتاده. میترسم باز پسم بزنم، باز یه بهونه جدیدی بیارم. کاش امروز بود یا همراهی میکردی. مامان دعا کن دست خالی بر نگردم. خداحافظ. مامان جو اونو بذار کنار، برای چشمت خوب نیست. آره دخترم چشمت درد میگیره عزیزم. عجله داری؟ الان میرسیم میخونه. آره دیگه وقتی رسیدیم بخون. سرگیجم تازه میگی مثل تو عجوله. عجله.
بفرمایید این برای شماست. خیلی هم ممنون. مناسبتش چیه؟ مناسبت دیگه نمیخواد شیرینی که سارا جان. ایشون اومدن یه سری بزنن بعدم میخوان زود برن. مگه نه آقای جوادی؟ اجازه بده. راستش همچین بی مناسبت هم نیست. دیدی گفتم. بگو ببینم چیه مناسبتش. من تو دانشگاه قبول شدم. وای آفرین آفرین، چقدر عالی. دیدی عباسی؟ آره البته من شنیدم که امسال بیشتر از ظرفیت دانشجو گرفتن. نه انگار هر کی کنکور داده قبول شده. جدی میگم سارا، خودت هم شنیدی همچین چیزی رو؟ نه خیرم، دارن سر به سرت میذارم. من خودم اسمتو توی روزنامه دیدم. خیلی بهت تبریک میگم. ممنون. خب اومدی که خبر قبولی دانشگاه رو بدی دادی. حرف دیگه یه مونده؟ بله. خب بگو دیگه زودتر، ما کار داریم. آخرین روزی که من شما رو دیدم بهتون یه قولی دادم. الان اومدم بگم من به قولم عمل کردم. قول؟ چه قولی داده این؟ چه رشته ای قبول شدی؟ من مهندسی مکانیک. واقعا؟ چقدر خوب. کجا؟ دانشگاه امیرکبیر. خدایا عالیه. خب از من برم چای بیارم با شیرینی بخوریم. بشین دخترم، چای لازم نیست، ایشون میخوام برن. البته که جای واقعا تقدیر داره، حتما خیلی زحمت کشیدی همچین دانشگاهی همچین رشته‌ای، کلی زمان برده تا درس بخونی قبول شی. آفرین. بله من 2 سال شبانه روز درس خوندم. 2 سال؟ البته 2 سال که برای همچین رشته‌ای زیاد نیست، باید خیلی بیشتر درس میخونده، ولی همونطور که گفتم امسال ظرفیت‌ها زیاد شده و همه رو قبول کردن. از آخرین باری که همدیگر دیدیم من فقط درس خوندم. ببخشید مژگان، مژگان خانم، من هرچی گشتم از با تو ندیدم. خب آخه خب نبایدم میدیدیم. قبول نشدی؟ خب من اصلا کنکور شرکت نکردم که بخوام قبول شم. پس برای چی روزنامه خریدی؟ برای اینکه ببینم تو قبول شدی یا نه. واقعا؟ بله. مگه برات تحصیلات مهم نبود؟ هنوزم مهمه. ما امسال صلاح دیدیم که ایشون کنکور ندن، باید به شما جواب پس بدین؟ نه ببخشید، میتونم بپرسم چرا؟ خب آره خوب داری سوال میکنه. مریض بود مادر، مریض بود مژگان و چون ضعیف شده بود من باباش صحبت کردیم، گفتیم عجله نیست، حالا سال دیگه. مریض؟ آره. چه مریضی؟ هیچی، هرچی بود تموم شد رفت، خیلی گذشت. نه ذهنتو درگیر نکن، مریضی سخت نبود، آنفلانزا گرفته. سارا واقعا نیاز نیست ما توضیح بدیم. مریض بود، خوب شد، تموم شد رفت، ما هم به خاطر مریضیش صلاح دیدیم که کنکور نده، تموم شد دیگه. خیلی ببخشید ولی من احساس میکنم شما دارین یه چیزی از من مخفی میکنید. نه مژگان تو بگو، تو هیچ وقت دروغ نمیگفتی. خب راستش ما ببین پسر جان، هر چیزی رو که نمیشه به هر کسی گفت.
بعدم تو ناسلامتی کنکور قبول شدی. به عنوان یه آدم تحصیل کرده باید اینو بدونی. قبل از اینکه به خونه کسی بری باید باشون هماهنگ کنی، ازشون اجازه بگیری. ما الان مهمون داریم و حضور تو اینجا مزاحمت ایجاد میکنه برام. دخترم برو آماده شو، الان مهمونم میاد. خواهش میکنم سارا جان. به سلامت. بفرمایید. بفرمایید. به سلامت. چشم، ببخشید. یالا زودتر زودتر زودتر. بفرمایید. بله ببخشید مزاحمتون شد. بله بفرمایید. با اجازه. خواهش میکنم. خداحافظ. بازم عجله کردی سارا جان. بذار بره به کارش برسه عزیز من. از دست ما ناراحت نباش، من خودم همه چی تو به توضیح میدم، فقط الان وقتش نیست. همین. پس کی وقتشه؟ من 2 سال تموم به تو فکر میکردم، تو خط به خط کتابا فقط تو رو میدیدم، هر معادله ای حل میکردم فکر میکردم که دارم یه قدم بیشتر به تو نزدیک میشم. کجای زندگی تو هم مشکا؟ جواد من مطیع خونواده هم که انقدر برام زحمت کشیدن، کاش اختیار آدم و دست خودشون بود. دقیقا آخرین روزی هم که داشتی خانه خورشید میرفتی همینو گفتی. چی گفتم؟ گفتی آدم بزرگا به حرف ما بچه ها گوش نمیدن. جواد جان یه وقتا ما آدم بزرگا صلاح بچه ها رو توی یه چیز دیگه میدونیم. همین. ولی جواد من بهت قول میدم سر فرصت همه چیز رو برات توضیح میدم. خیلی زود قول میدم، فقط تو یکم صبر داشته باش. من منتظر میمونم. خداحافظت. مراقب خودت باش. که دلم واسه این بچه کبابه به خدا. خب پس چرا واقعیت رو بهش نگفتیم ماما؟ مادر طفلی با 1000 ذوق و شوق اومده خبر قبولی کنکورش رو برامون آورده، بابت بعد وعیدایی که ما بهش دادیم کلی نشسته تو این سالا فکر کرده، درس خونده، زحمت کشته. تو این سر خودتو بذار جای من، منم والا گیر کردم. بعدم بابات اصلا عجیب روش حساسه، وای الانم وایساده زل زده به ماماش. خب آخرش که چی ماما؟ بالاخره بعد واقعیتو بدونه یا نه؟ چه میدونم، من فکر میکنم تهش وقتی کار از کار گذشت باورش واسه این بچه‌م راحت تره، دیگه تموم میشه میره به کارش. آخه بابا شما نمیگین تهش وقتی کار از کار گذشت تو رویش تاثیر میذاره؟ نمیگه که شما و بابا بریدین و دوختین و تصمیم گرفتین؟ همه چه چش من میبینه. سارا خانم، سارا خانم عزیزم، الان مهمونا میان، چیکار میکنین اونجا؟ چش. خب زود باشین دیگه. باش خودمون درست. مشغول دخترم. بیا آماده شو دیگه. بچه‌ها همتون خوب میدونید که ما تیگه این سالا همه ی تلاشمون رو کردیم برای اینکه شماها رو طوری بار بیاریم که قدر نعمتهای خداوند رو بدونید، و امروز دور همدیگه جمع شدیم تا بعضی از دوستانتون رو تشویق کنیم که در دانشگاه پذیرفته شدن. هدایای معنوی و مادی هم هستش که آقای سرلک، آقای آصف و مؤسسه تهیه کردن تا تقدیم حضورتون کنیم. اما قبل از اینکه اسامی شماها رو بخونم، دلم میخواد که نامه آقای سرلک رو که برای همه شماها نوشتن براتون بخونم. از اون موقعی که لاهوتی رفته
این حادی به هر بهانه‌ای سخنرانی میکنه، نصیحت میکنه. وقتی هم چونش گرم میشه، میدونم وقتی هم چونش گرم میشه دیگه ویلکون نیست. به نام خدا. سلام عزیزانم، مرا ببخشید که برای هر کدامتان جداگانه نامه‌ای ننوشتم. علت آن است که سخنم با هر کدام از شما یکی است و تفاوتی با دیگری ندارد. تک تک شما با قبولی در دانشگاه باعث افتخار من شدید. به خودم میبالم از داشتن چنین فرزندانی که با وجود کمبودهای فراوان خانه خورشید توانستید موفقیت بزرگی کسب کنید. دستتان را میبوسم و تعظیمتان میکنم. حضور شما در خانه خورشید لطف پروردگار به بنده حقیر بوده. مرا عفو کنید اگر شرایط آنجا لیاقت شما را نداشته است. ایمان دارم آینده‌ای روشنی پیش پای هر کدام از شماست. عاجزانه درخواست میکنم مرا از دعای خیرتان محروم نکنید. عزیزانم، قبولی در دانشگاه پایان یک راه و آغاز مسیری سخت‌تر است. هیچگاه دست از تلاش نکشید. امروز برای اولین بار نام شما در روزنامه نوشته شد. کاری کنید که روزی تمام روزنامه ها از شما و نامتان به نیکی یاد کنند. انشاءالله. محمد رضا صادقی. بعد بگم که ما به شما ها افتخار میکنیم، هم ما هم مؤسسه، و شما هم باید به خودتون افتخار کنید، چون شما ها کار بزرگی کردین. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. و قبل از اینکه بخوام اسامی بچه ها رو بخونم و بگم که بیان هدایاشون رو بگیرن، خواهش میکنم دو تا از زحمت کشترین مربیای این مرکز رو تشویق کنید تا اونا هم تشریف بیارن اینجا و هدایای شما رو تقدیمتون کنن. آقا یحیای عزیز و کریم دوست داشتنی. و اما حالا اسامی پذیرفته شدگان به دانشگاه: علی عمادی، عمران، شمس حسنزاده، ادبیات، صدرا میرزایی، گرافیک، یونس سبزی، سینما، محمد کرمی، کشاورزی، و امیر حسین شیخی، ادبیات، یکی از بچه‌های خیلی خیلی خوب این مرکز که واقعا ما رو سربلند کرد، باعث افتخار این مجموعه شد، جز نفرات برتر کنکور شد و در دانشگاه امیرکبیر قبول شد. خواهش می‌کنم حسابی تشویقش کنیم. جواد جوادی. میخوام که جواد جان یه چند کلمه‌ای با شما حرف بزنیم. بله بله. به افتخار افتخار. ما نسبت به بقیه همسن و سالامون چیزای کمتری از دنیا نصیبمون شده.
نمیخوام احساسی حرف بزنم. نه. اتفاقا میخوام بگم همینه که هست. ما اینجا این کارش هم نمیشه کرد. به قول بابا اسماعیل دنیا اینجوری برامون چرخیده. پس به جای آه و ناله دست به کمر بزنیم و خودمون به داد خودمون برسیم. درس بخونیم و بریم دانشگاه تا از بقیه همسن و سالاتمون جلوتر بشیم. اگر دنیا بهمون کمتر داده ما ازش بیشتر بگیریم. میدونم برای خیلی همون مثل کوه کندنه، ولی این کوه ها از جا در بیارید. فقط انگیزه میخواد. چه انگیزه بهتر از این که به دنیا ثابت کنیم که تو دنیا اضافه نیستیم، بلکه فایده هم داریم. تشکر میکنم از تمام کسانی که برای من زحمت کشیدن و تشکر ویژه از بابا اسماعیل که واقعا جاش اینجا خالیه. من هرچی دارم از ایشون. یادی میکنم از آقای لاهوتی و تشکر ویژه از مربی. خیلی ممنون. بچه به افتخار جواد یه دست مرتب قشنگ بزنیم. مراسم ما همینجا به پایان میرسه. من به همه تون افتخار میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که میرید سرتون رو بالا بگیرید و به خودتون افتخار کنید. یه دست به افتخار خودتون. جا هستن تا از شما ها پذیرایی کنن. بچه به افتخار شما. دونه دونه بفرمایید. از اومد از اومد تشکیم بیاریم. بفرمایید. خواهش میکنم. نارنگی آخور دوباره بیاریم. خواهش میکنم. بفرمایید. اون سلف هست. دارگی بیارم پرتغال هم رو خودی بچه هم بفرم. دارگی آمکه بایست اینجا کارت دارم. بایست اینجا کارت دارم. دارگی خیار و پرتغال. دارگی خیار چیزی شده؟ حسن امشی دست درمی نه از شد دست درمی حسن امشی کرمی شد. فقط اون نامی آقای سرلک رو دارم. نه من خوربانت آقا بایی چیزی شده؟ نه 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 چیزی نیست. شما بفرمی فایزت خدا خدا اون کریم مسئله پیش اومده؟ ما ویژه نبودیم. ویژه؟ فقط تشکر از بابا اسماعیل کردی، اونم تشکر ویژه به خاطر اینکه سرلکه. فهمیدم موضوع چیه. نه من میخوام بدونم من باید چیکار میکردم که ویژه بشم. 6 سال زیر پاتو تمیز کردم، 6 سال بعدش برات غذا درست کردم، ویژه برات بشقاب کشیدم. اینا ویژه نبود؟ چرا بود؟ ببخشید من یادم رفت. من برات مادری کردم بچه. این ویژه نیست؟ چرا هست؟ مادر ویژه نیست؟ هست. من واقعا یادم رفت. فهمو کردیم حداقل دل یه آدمی که این همه مدت برات مادری کرده بود و نمیشکندی. بابا بچه جون تو دکتر هم بگیری به اندازه یه آدمی که دیپلم نظام قدیم داره بازم نمیفهمی. بعد دوباره رفتی کار خودتو کردی؟ رفتی خونه مومو؟
آقا چند بار تو باید بلنشی بری اونجا زایه بشی، حالتو بگیرن، غرورتو خورد کنن، آخر سرم بازم نبشنبی. چند بار دوست داشت اینجوری زایه بشی؟ منو زایه نکرد، ما با هم حرف زدیم. چیکار کردی؟ آقا شما به بنده بگو آدم باید چند بار غرورش خورد بشه، چند بار باید زایه بشه تا بفهم چی شده دیگه؟ چی شده؟ چی شده؟ آقا رفته باش حرف زده زایش کردن. با کی؟ با ماما رفته حرف زده زایش کردن. نگاهش کن مشگان. خب بگو مشگان چی گفت؟ خب مشخصه دیگه، زایش کرده دیگه، از قیافش مشخص. نه زایم نکرد، خیلی هم تحویلم گرفت. خب بگو چی گفتم بهت؟ از این که من دانشگاه قبول شدم خیلی خوشحال شدم، فقط من احساس میکنم یه چیزی رو از من پنهان کرد. آقا این ساده نیست، میگه که دانشگاه قبول شدم خیلی خوشحالی کردن. بچه جان تو چرا انقدر ساده ای؟ اونا کل خاندانشون دکتر مهندسن، بعد برای تو خوشحال باشن؟ آقا من نمیفهمم این بچه اینجا انقدر تیز و بزه، میره اونجا انقدر ساده و کودن میشه. عمو کریم این چه حرفیه میزنی؟ واقعا دیگه داره به من برمیخوره. بهت بر میخوره؟ خب بله. تو مگه بهت برم میخوره؟ پس منم باید بهم بر بخوره دیگه عزیز من. شما این همه نشست اینجا سخنرانی کردی، از همه تشکر ویژه کردی، یک کلم از من اس نبردی، قربونت برم. اونو که من 10 دفعه گفتم یادم رفت، ببخشید. آقا اینا شما رو نمیخوان، عباسی تو رو نمیخواد، این دختر تو رو دوست نداره. ببین کی من بهت گفتم. شاید عباسی من نخواد، ولی من مطمئنم مژگان منو دوست داره. عزیز من شما به زور نمیتونی کسی رو متقاعد بکنی که دوستت داشته باشه. اگرم متقاعدش بکنی 2-3 ماه باهات زندگی میکنه، بعد 2-3 ماه رهات میکنه میره، کل مال و اموالت هم برمی‌داره میبره. آقا من دیدم که دارم میگم. جواد. بله. تلفن بهت کار داره. کیه؟ مژگان عباسی. با اجازت. مژگان عباسی زنی داره. الان میره باش حرف میزنه زایش میکنه برمیگرده. حالا میگم چرا این حرفو میزنی؟ مگه خودت آسیه نبودی؟ اولا که آسیه خانم، دوما آسیه لقمه دهن من بود. آقا این حرفا رو نزن دیگه. حالا ببین دیگه قیافش مشخص میشه دیگه، زایش میکنم برمیگرده. خدا نکنه. الو.